کسی بر ما ولایت ندارد. ما محجور نیستیم که قیم بخواهیم. دقیقا معنای ولایت فقیه نوشتن در کتب فقهی همین آقایان که مانند ولایت پدر بر فرزند صغیر است، مانند ولایت بر افراد مجنون است که نمیتوانند اداره جامعه خود را، امور خود را اداره کنند. میپندارند مردم در حوزه عمومی محجورند، رشید نیستند، مصلحت خود را تشخیص نمیدهند. باید کسی باشد به جای آنها تصمیم بگیرد تا گول شیطان نخورند، تا فریب شیطان نخورند. میگویند ما مصلحت شما را بهتر از شما تشخیص میدهیم. ما تشخیص دادیم موسوی رئیس جمهورمان باشد، میگویند غلط کردیم. درست این است که احمدی نژاد رئیس شما باشد. میگوییم مخالفیم، میگویند غلط کردید که مخالفید. گلوله نصیبتان میکنیم. بازی که در ایران شروع شده است دقیقاً این است که در حوزه عمومی چه کسی حرف آخر را میزند. مردم میگویند ما، رهبر میگوید من. دقیقاً الان فقیه سالاری با مردم سالاری با هم متعارض شده است. ولایت فقیه یعنی همگان میباید از ولی فقیه اطاعت کنند. مردم سالاری دموکراسی یعنی این که همگان از جمله فقها میباید از اراده اکثریت تبعیت کنند. در دهه اول انقلاب این مسئله اتفاق نیفتاد، چون هیچ وقت اکثریت مردم با رهبری جامعه زاویه نداشتند. الان اتفاق افتاده است. تعارضی که در قانون اساسی بوده است خودش را نشان داده است. باید بین اینها یکی را انتخاب کرد. کسی از جانب خدا نصب نشده است. افراد متشرع میباید این مسئله را با خود حل کنند. امروز بزرگترین مراجع تقلید منتقد این حکومت هستند. بزرگترین علمای دین منتقد این حکومت هستند. با کدام زبان بزرگ اعلم مراجع تقلید شیعه باید بگوید این حکومت نامشروع است؟ کسی که شرایط عدالت، تدبیر، برخورداری از رأی اکثریت را از دست بدهد حکومتش نامشروع است، نیازی به عزل ندارد، منعزل است. این سخن دینی است برای کسانی که به دنبال حجت‌های دینی می‌گردند. اگر با ضوابط حقوق بشر هم بخواهیم دنبال بکنیم، همه ضوابط حقوق بشر زیر پا گذاشته شده است. حاصلش این که ما امروز در مقابل حکومتی قرار گرفته ایم که از زور عریان دارد استفاده می کند علیه مردم خود. و این مردم بیدفاع صرفا می گویند ما می خواهیم به آن چیزی که در قانون ما نوشته شده است عمل کنیم، چیز بیشتری نمی خواهیم. لذا ما نه قائل هستیم کسی از جانب خدا منصوب شده است، نه معتقدیم کسی بر ما ولایت دارد، نه معتقدیم ولایت مطلقه دارد. معنای ولایت مطلقه میدانید یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که همه قدرت، اما قدرت قانونگذاری، قدرت قضاوت، قدرت اجرایی، قدرت مسلح، قدرت تبلیغاتی رادیو تلویزیون، همه در دست یک نفر باشد. بسیار خوب، الان همه در دست یک نفر است. آیا مسئولیت را قبول می‌کنید؟ آن چیزی که ما الان با آن مواجه هستیم مجلسی است که نمی‌تواند از جانب خود تصمیم بگیرد، چون توسط شورای نگهبان مهر چینی شده است. قوه قضاییه است که انگار تاکنون خواب بوده است. آیا قضات ما استقلال دارند؟ من دقیقاً به یاد دارم در زمان قبل از انقلاب، هر زمان که پرونده سیاسی تشکیل می شد، قضات شریف دادگستری آن زمان زیر بار اوامر اعلی حضرت همایونی نمی رفتن. شاه مجبور می شد برای محاکمه مصدق و بازرگان دادگاه نظامی تشکیل بدهد. می دانید معنای این سخن یعنی چی؟ یعنی دادگستری شاه سالم بود. دادگاه نظامی علیه مصدق فوت کرد. دادگاه نظامی بازرگان را محکوم کرد، طالقانی را محکوم کرد، نه دادگاه عادی. و امروز ما می‌بینیم که نیازی به دادگاه نظامی ندارند. دادگاه عادی مثل آب خوردن بلافاصله حکم صادر می‌کند. در بسیاری از این دادگاه‌ها با یک تلفن حکم صادر شده است. قاضی تصمیم نمی‌گیرد. رئیس قوه قضاییه نوعاً فردی تشریفاتی است.
کارها جای دیگری تعیین تکلیف می شوند. و لذاست که می بینیم کجای دنیا سراغ دارید که بدون حضور وکیل محاکمه انجام بشود. فرد محکوم، فرد متهم 45 روز از دنیای خارج بی خبر باشد، در دادگاه شرکت بکند و مجبورش کنند اعتراف کند. این اعترافات چه ارزشی دارد؟ کدام مجمعی می تواند این اعترافات اعتبار بنهد؟ صرفا می خواهند قبل از مراسم تحلیف قصه هایی را که سر هم کرده اند به مردم تحویل دهند. این کیفرخواستی که صادر شده است سند بسیار با ارزشی برای سقوط جمهوری اسلامی است. این به سرمقاله روزنامه کیهان شباهت بیشتری دارد تا به یک کیفرخواست حقوقی. تنها چیزی که در آن یافت نمی شود مسائل حقوقی است. جالب اینجاست که اکثر این کیفرخواست قبل از این به عنوان برنامه انقلاب مخملی در خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان منتشر شده و من شخصا آن را خوانده بودم. این اسمش کیفرخواست نیست، سر و ته ندارد، هیچ کدام از مسائل مشخص نیست. آیا اگر کسی خواست این را من با وضوح و شفافیت ذکر میکنم، در جمهوری اسلامی کوشش برای استقرار دموکراسی جرم محسوب میشود. تمام این عزیزانی که از سران اصلاحات که الان در زندان هستند هیچ جرمی ندارند جز کار تشکیلاتی برای استقرار دموکراسی در ایران. مگر میتوان پارلمان داشت و حزب نداشت؟ مگر میتوان حزب داشت و برای رسیدن به قدرت از طرق مسالمت آمیز و قانونی استفاده نکرد؟ اسم این کار رو گذاشتن انقلاب مخملی. اگر من آمدم در یک حزب کار تشکیلاتی کردم که قدرت را به شکل قانونی به دست بگیرم، گفتن نگفتیم اینها میخواهند به شکل نرم قدرت را از ما بگیرن. من با وضوح میگویم بله، ما میخواهیم قدرت را به شکل قانونی از شما بگیریم. این مردم ایران هستند که میخواهند قدرت را از شما پس بگیرن. تمام علمای علم سیاست مطابق این کیفرخواست عین جرم است. بحث ترانزیشن تو دموکراسی، انتقال حکومت جامعه به سوی دموکراسی، امروز زنده ترین بخش علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی است. مطابق نظر این افراد جاهل و بیسوادی که بر کشور ما حکومت میکنن، اینها اسمش انقلاب مخملی است. در این صورت همه دپارتمان های علوم سیاسی در دنیا میباید تعطیل شوند. در ایران ما نیازی نداریم، چون اینها جاسوسی است، عین جاسوسی است. اگر فرض کنید بنده با بزرگترین فیلسوف زمانه یعنی هابرماس آلمانی ملاقات کردم، میگویند نگفتیم تو داشتی با او درباره براندازی صحبت میکردی. من با بسیاری از فلاسفه ملاقات کردم و خواهم کرد، بسیاری از اساتید. مگر میتوانید جلو مراوده های علمی ما را بگیرید؟ توی این کیفرخواست رو بردارید بخوانید، با رورتی ملاقات شده است، با کین ملاقات شده است، با هابرماس ملاقات شده است. اینها آمدن که ایران را عوض کنند. بسیار خوب، ما میخواهیم به شکل علمی، قانونی و مسالمت‌آمیز این مفاسد شما را اصلاح کنیم. بیش از آن که از امثال هابرماس و رورتی هم استفاده کنیم، بنده از قرآن و نهج البلاغه استفاده میکنم، مگر اینکه بگویید این متون هم ممنوع است. همچنانی که الله اکبر امروز جزء جرائم دوستان ما در زندان است، خواندن نهج البلاغه هم به شرح ایزن. چرا؟ چون بیشترین چیزی که ما را تحریک میکند علیه شما این مطالبی است که امام علی به ما یاد داده است. امام علی به ما فرمود شنیدم که لشکریان من زمانی که به سوی معاویه میرفتند از شهری میگذشتند، دختری یهودی را یافتند، زیور پایان دختر خلخار را به زور از پایش در آوردند. علی میگوید من که این خبر را شنیدم همچون مارگزیده به خود میپیچیدم، از خدا تقاضای مرگ کردم. گفتم علی بمیرد بهتر از این است که در زمان فرمان روای او به ظلم از یک زنیه دختر یهودی بخواهد خلخال به در آورند. آیا امروز رهبر جمهوری اسلامی از خدا تقاضای مرگ نمی کند که این همه شهید را به قبرستان فرستاده؟
ساکت. نظم کلاس حفظ کنین. این درس اول امروزه. 2 به علاوه 2 = 5. حالا تکرار کنیم. 2 با 2 = 5. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر. چند میشه؟ 5 میشه. تکرار کنیم. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. چی بسر؟ آقا اجازه. مگه 2 با 2 4 نمیشه؟ من دارم به تو میگم 2 با 2 5 میشه. پس چه سوال نیست. فهمیدی؟ آقا فقط فکر کردیم که... فکر نکن. نمیخواد فکر کنی. 2 با 2 5 میشه. حالا بشین حرف نزن. دفتراتون رو باز کنین و بنویسین. 2 به علاوه 2. آقا جزه 2 به علاوه 2 میشه 4. وقتی همه چی 4 میشه چطوری ممکنه این دفعه 5 بشه؟ اصلا کی به تو چیز حرف زدن داد؟ به چه حقی مرزی سوال میبری؟ آقا فقط میخواستم بگم 2 با 2 5 میشه. تکرار کن. ولی آقا روی تخت تکرار کن. 2 به علاوه 2 = 4. همه تو میدونین که 4 میشه. تخته رو نگاه کن. تو هم که میدونین 4 میشه چیزی نمیگی. سکوت. چون نخواه تو برگردم. چکشی بابا ای میخوای همه اونجا درسه رو بندازی. قلی از همش کردم. میاد پدرش رو در میاره. این دانش آموز فکر کنه از همه بهتر میدونه. خیلی روش زیاده. بگو ببینم پسر 2 به 2 چند میشه؟ آقا اجازه 4 میشه. آقا شنیدی؟ باورتون میشه؟ این دانش آموزان از ممتازترین دانش آموزان مدرسه هم الگوی این مدرسه هم. یه ذره از اینو یاد بگیریم. بگیم بینم 2 به 2 چند میشه؟ آقا اجازه 5 میشه. آقا آفرین. اینجا پسر حالا حاصل جمع جمع میشه. جواب صحیح رو بنویس. این آخرین فرصته. خب کسی دیگه هم هست که درس امروز رو نفهمیده باشه؟ نگاه کن. این بریم بیرون. دفتراتون رو باز کنه بنویسین. 2 به علاوه 2 = 5. همینطور که بنویسین تکرار کنین. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر. چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر. چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر. چند میشه؟ 5 میشه. چند میشه؟ 5 میشه. 2 با 2 5 میشه. تکرار